اینجا بهشت روی زمینه. حرم امام رضا، حرم آقای بزرگی، حرم عزیز ترین کس. قابلی شکست آمدم، ای پناه دل شکستگان. امام رضا رو به غریب بودنش براش فرقی نمی کنه. هر آدمی با چه فکری، با چه کرداری میاد پیشش، همه رو پذیراست. هر دفعه میام اینجا رو یه پناهگاه میدونم که از خطراتی که اون بیرون آدم رو تهدید میکنه، وقتی میای اینجا امنه، اینجا دلت آرومه، اینجا جاییه که همه دغدغه‌هات رو میذاری بیرون و میای دم در و کنار امام رضایی. وقتی میخوای بری مطمئنی که اون بیرون همه دغدغه‌هات حل شده و داری میری بیرون. من احساسی نزدیکی دارم باشون، چون باشون رفیق، خیلی راحتم، یعنی بیام هرم خیلی راحت حرفمو میزنم. اون چیزی که میخوام، چیزی که احتیاج دارم، اما خیلی راحت مثل این رفیقه، مثل دوست ازشون. مشهدیم، هر وقت که توی مشهد گم میشم خونمونو از رو حرم امام رضا میشناسم. یعنی ملاک و معیار من حتی برای پیدا کردن خونمونم حرم امام رضاست. حالا شاید خیلی به امام رضا نزدیک نباشم، اما امام رضا رو تو زندگیم نقطه‌ای میبینم که باید مدام بهش نزدیک شم و هر چی بهش نزدیک شم خودم رو بیشتر پیدا میکنم و هر چی ازش دور شم گم میشم، سردرگم میشه. هر کی هر حاجتی داشته باشه واقعا در خانه ناشد داره که دست رد آقا به سینه‌اش بزنه. واقعا من خودم هر چی خواستم از امام رضا تا این لحظه گرفتم. سعی کنیم بنده خوبی باشیم که خیلی سخته، ولی تمام تلاشمون رو میکنیم. انشاءالله امام رضا از ما راضی باشه و ما رو بطلبه. وقتی میام اینجا با انگار میگم تو خونه خودم اومدم، خیلی احساس میکنم که احساس آرامش میکنم، خیلی انگار همه مردم از روز به سایه محلمون میبینم. چون همه مردم با حس خوب میان، اون حس به ما منتقل میشه و همین آرامشی که هست فکر نکنم جای دیگه باشه. این ایام ولادت که خیلی عالیه، امشب اومدیم عیدی دوتا دخترامو از امام رضا بگیریم. قطعا عیدیشون رو داده، همین که لیاقت داده که بیایم حرم حتما عیدی رو داده. اونجای زندگی منه که وقتی فکر کردم دنیا تموم شده، وقتی که پزشکا همه گفتن دیگه تموم شد، دیگه این آقا هیچ فرصتی نداره، 5 بار دیگه منو کشید اومد اینجا با پای خودم. آرزو کردم که با پام بتونم بیام به امام رضا، نه با ویلچر و واکر. بعدا اینجا حرف دلم با امام رضا اینه که من خیلی خطاکارم، خیلی گناهکارم و خیلی وقتا حواسم به شما نیست آقا، ولی ته دلم میدونم که راه نجات شمایید
و حتی اگه یه روز انقدر بد شدم که شما رو یادم نیومد، ولی شما منو یادتون باشه و دوباره مثل تنابی که به ته قلبم وصل شده منو بکشید سمت خودتون. دوست دارم تو فکرم بفهمم شما رو و تو قلبم محبت شما باشه و در عمل براتون سنگ تموم بزنم.